بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند مهربان و مهرورز بارلاها از تو کمک میخواهیم و تنها تو را عبادت و پرستش میکنیم از تو خواستار بخشش گناهانمان هستیم و به تو پناه میبریم از شر خودمان و از شر کارهای بدمان خدایا ما را به راه راست هدایت فرما و راه بدی را به ما نشان ده و توفیق عطا فرما که از اون دوری جوییم درود و سلامت بر آخرین پیامبرت محمد مصطفی بر زنان فرزندان خیشاوندان و یاران او و بر همه کسانی که از پیامبرت و یارانش به خوبی یاد میکنند و به خوبی پیروی میکنند و درود و سلام خدا بر بینندگان عزیز و محترم در درس تفسیر آسان قرآن به آیه 27 رسیدیم از سوره مبارکه بقره در این آیه خداوند صفات فاسقین را یاد می‌فرمایند آیه را با هم می‌خونیم ترجمهش می‌کنیم و سپس به شرح و توضیح و درس هایی که از این آیه گرفته میشه خواهیم پرداخت آیه 27 میفرمایند که صفات این منافقین این فاسقین چیست الذین ينقضون عهد الله من بعد این اولین صفت اونهاست اون کسانی که پیمانی را که قبلا با خدا محکم بستند میشکنند دو ويقطعون ما امر الله به ان يوصل و ان چرا خداوند دستور داده است که گسیخته و پاره نشود اون را می گسلند س و یفسدون في الارض و در زمین به فساد و تباهی میازند هم الخاسرون اینان تنها زیانبارانند همان زیانبارانند از خداوند در اینجا سه صفت از صفات فاسقین را یاد می‌فرمایند فاسق در درس گذشته گفتیم که اسم فائل هست صفت هست یعنی کسی که از دین در رفته است از فطرتش در رفته است به این گفته میشه فاسق به کسی که در حال رفتن هست فاسق گفته نمیشه دقت کنیم به این اصطلاحات شرعی مؤمن کافر فاسق منافق ظالم همه اینها صفت هست یعنی کسی که در او این صفت هست در این صفت ایمان هست در او صفت کفر هست در او صفت نفاق هست یعنی اون هست درش فاسق هم کسی است که در از دین در رفته است و جزء صفتش شده از دین در رفتن رفته این انسان فاسقی که الان فسق صفتش شده دارای صفاتی است که این صفات متجدد هست تکرار می شود همیشه اولین صفتش اینه که الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه شکستن عهد و پیمانی که با خدا داشتند عهد و پیمانی که با خدا داشتند ایمانشون به خداست و ایمان به پیامبران هست ایمان به کتابهای آسمانی است ایمان به روز آخرت هست ایمان به فرشتگان هست هر عهدی که انسان با خدا دارد هر عهدی که انسان با خدای خودش میبنده حتی در اعمال دیگرش چه در بحث اعتقادات و چه در بحث اعمال عهد و پیمان با خدا داشتیم که مؤمن باشیم صفات ایمان در باشد صفات اسلام در باشه نبایستی عهد و پیمانمون با خدا را بشکنیم در اینجا از ینقدون فعل مزاره یاد میشه یعنی اینکه این شکستن عهد و پیمان دائمی است تکرار میشه از اونها بدین خاطر صفت فسق یاد بهشون اطلاق شده که فاسق هستن پس فاسق اون صفتی است که در او دائما هست به خاطر این اعمال این اعمال هم دائما از او تکرار میشه نقض پیمان دائما اینو انجام میده با خدا باشه یا اون عهد و پیمانی هم که با بندگان خدا هم بسته باشه یا با ایو الذین آمنو اوفو بالعقود به عهد و پیمانتون وفا کنید عهد و که عهد و پیمانی که با خدا بستیم یا با بندگان خدا بستیم میثاق به اون عهد و پیمان محکم و استوار گفته میشه عهد و پیمانی که ما با خدا داریم عهد و پیمان بندگی است بنده خدا هستیم بسیار این عهد و پیمان محکم هست پس این اولین صفت اونهاست عهد چکنی انسانی که فاسق هست عهدشکن هست بیدین خاطر شما وقتی نگاه میکنید خداوند از صفات کافرین نمیاره از صفات یهود میاره که دائما عهد و پیمانشون با خدا میشکستند. و این عهد و پیمان شکستن باعث این میشه که انسان از رحمت خدا خودشو دور کنه از اینکه دیگه بتونه رهبری جامعه بشری را به عهده داشته باشه از دست میده این صفت انسانهای خیانت پیشه هست خیانت هست با خدا خیانت میکنه با به بندگان خدا هم خیانت میکنه اصلا مورد اطمینان نیست جامعه ای که افراد به هم دیگه اطمینان ندارن عهد و پیمان شکن هستند در اون هیچ گونه اطمینان به همدیگه نیست هیچ گونه آرامش نیست شکوفایی علم شکوفایی اقتصاد همین ها از بین میره دیگه دومین صفت اونها و یقطعون ما امر الله به ان یوصل هر اون چیزی که خداوند به اون امر کرده که وصل شود قطعش میکنند هر رشته ای که خدا فرموده که اونو وصل کنید اینها میان این رشته را پاره میکنند سله رحم و بعد یاری دادن به پیامبران پیروی کردن از پیامبران پیروی کردن از دین اینها چیزی است که امر شده به وصل کردن اون ان یوصل نگاه تعبیر قرآن خیلی جالب هست اولا فرمود که یقطعون قطع میکنند بار فعل مزاره آورده شده که دلالت بر استمراریت و تجدد اون دارد صفت اون هاست همیشه این کار انجام میدن چه چیزی را قطع میکنن ما امر الله اون چیزی که خدا امر کرده جرم خیلی سنگین هست اون چیزی که خدا امر کرده پا از دیگه داره بندگی اصلا بیرون رفته دیگه خدا امر میکند پس آمر خداست و ما باید اجرا کنیم اما اینها میان اون چیزی که خدا امر کرده اونو قطع میکنند خدا به چی امر کرده ان یوصل به پیوند دادن اون به نزدیک کردن که اسلام میخواد که مردم در جامعه یکی باشند مؤمنان یکی باشند و حتی مؤمنان نسبت به غیر مسلمان ها هم خوبی کنند بدی نکنند فاسق میاد اون چیزی که خدا امر کرده قطع میکنه صله رحم کسی که اون انجام بده فاسق هست ببخشید کسی که قطع صله رحم کنه فاسق هست خداوند امر کرده به این که به خیشاوندان خوبی کرد کسی به پدر و مادرش بدی کنه به رو دیگه بدی کنه رابطه نداشته باشه دعوا داشته باشه این از صفات فاسقین هست فاسقین دو اون صفتش که و یقطعون ما امر الله به ان یوصل شتافتن به کمک مظلوم دفاع از حق حق گفتن رساندن حق به مظلوم به صاحبش همه اینها از چیزهایی است که امر به وصل شده پس هر اون چیزی که امر به وصل کردن شده کسی باید اونو قطع کنه از صفات فاسقین هست این فاسقینی که نمیتونند تحمل کنند دستورات خدا و اون مسائل هایی که خداوند برای بق... بیان حقایق میزند خب سومین صفت اونها و یفسدون فی الارض بار دیگه یفسدون فعل مزاره هست که دلالت بر استمراریت فسادشون میده که فساد میکنن در زمین هر کاری که در اون فساد هست انجام میدهند چه فساد معنوی باشه و چه فساد حسی فساد معنوی مثل گناه کردن دعوت دادن به منکرات الان نگاه کنید که گناهانی که میشه دعوت به گناهانی که میشه چگونه میخوان ریشه خانواده از هم بپیما بگسلن رابطه خانواده میخوان از هم بپاشونن و یقطعون ما امر الله به ان یوصل با این فسادشون اون کار هم دارن میکنن با این ترویج فساد منکرات اخلاقی در شبکه ها در رسانه ها در سایت ها در اینترنت همه اینها هدف اینه که فساد در زمین کنن میاد تجاوز میکنه به حقوق مردم به ناموس مردم به اموال مردم همین ها جزء فساد در زمین است قرآن خیلی شامل یک کلمه را میگه عام میگه و تمام اون چیزهایی که جزء فساد میشه شاملش میشه هر نوع فساد باشه پس فساد کردن از صفات فاسقین هست امکان نداره دقت کنید برادران که انسان بخواهد با فساد کردن زمینه ظهور مهدی را مهیا کنه اصلا فساد کردن جز به صفات فاسقین است چگونه می شود کسی در روی زمین فساد کنه که مسیح نازل بشه یا مهدی بیاد و حکومت عدل را برقرار کند پس این فرد داره خودش جمله فاسقین قرار میده جمله کسانی که از دین خدا در رفتند با فساد کردن میخواد که زمینه ظهور مسیح یا ظهور مهدی را آماده کنه این بسیار اشتباه است از صفات مؤمنان نیست پس فساد معنوی هر نوع گناه و یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین هر کس که سعی کنه به هر نحوی فساد در جامعه اسلامی ترویج پیدا کنه و ترویج بدهد شامل این یفسدون فی الارض میشه استفاده های نادرست بنزین خراب به مردم دادن میشه فساد در زمین اقتصاد خراب کنه میشه فساد در زمین مال مردم به ناحق بخوره میشه فساد در زمین قانون نادرست بذاره میشه فساد در زمین میشه قانونی که نادرست است خود به خود فساد میب... می... تولید میکند فسادزاست قانونی که نادرست است قانون میخواد زندگی مردم را مرتب کنه آسون کنه قانونی که میاد زندگی مردم رو سخت کنه مردم را به فساد وادار میکنه به خلاف قانون به کارهای نادرست کردن و یفسدون فی الارض در زمین فساد میکنن این فساد معنوی است فساد حسی که گفتیم مثل حمله کردن به سرزمین دیگران برای اینکه اموال آنها را به غارت ببره برای اینکه مبارزه کنه با اسلام برای اینکه برای اینکه فساد در زمین مسجد و خراب کردن فساد در زمین هست کشتن انسان ها فساد در زمین هست غارت کردن اموال مردم خراب کردن خونه مردم بستن در مساجد اینها همه فساد در زمین هست اینها صفات فاسقین هست ایفسدون فی الارض بعد فرمودن که اولائک هم الخاسرون اینها همانا خاسران هستند چقدر تاکید شده اولایک خب اینها اشاره میشه به دور که یعنی ها از انسانیت خیلی به دور هستند و بعد هم زمیر فصل اومده که خود تاکید کنه که همانا اینها همین هایی که از انسانیت بسیار دور شدن همین ها الخاسرون بار دیگه الف لام هم اومده که میخواد بگه که اینها دیگه خسران و زیان صفتشون شده در زیان هستن نه اینکه به سوی زیان میرن مثل فاسقین فاسقین گفتیم فاسق کسی است که در فسق هست از دین در رفته خاسر یعنی کسی که زیان کرده تمام وجودش الان زیان کرده دینش، اخلاقش، وجودش، انسانیتش همه را از دست داده، زیان کرده، در زیان هست غیر از اینها میسین که زیانکار دیگه نیستن فقط اینها دارن زیان میکنن به حساب خودشون داره خوبی میکنه وقتی که میاد یه قانونی میذاره فساد میکنه کارهای نادرست انجام میده که ظهور مسیح مسیح باشه ظهور مهدی به خال خودش کار خوبی میکنه خدا فهم این اولای خاسرون دارن ضرر میکنن اشتباه میکنن چی ضرری هم خیال میکنه کار خوبی است اما در حقیقت بسیار کار بدی است اولائک هم الخاسرون درس هایی از این آیه با هم مروری میکنیم اولین درس شکستن پیمان با خداوند فسق است کسی که عهد و پیمان خودش رو با خدا ببنده فاسق است پس هر عهد و پیمانی که با خدا ببندیم فسق هست بشکنیم فسق هست توبه کردیم توبه من صادقانه نبود پیم... توبه رو شکستیم فسق هست به کسی وعده دادید خلاف وعده کردید این فسق هست عهد و پیمان شکستیم پس هر چیزی که هر عهد و پیمانی با خدا بسته باشیم با بندگان خدا بسته باشیم اونها را بشکنیم و به عهد و پیمان خودمون وفا نکنیم این کار فسق است این کار فسق است حالا اینکه به این انسان فاسق اطلاق شود بحث دیگر هست پس گناهان فسق است هر گناهی هر عهد شکنی خب اینا همه فسق هست فسق هم گفتیم خارج شدن از دین هست وقتی که انسان مرتکب گناه میشه این گناه این کار نادرست این خلاف عهد و پیمان از دین نیست خلاف دین هست از در این کار از دین در رفته در دایره دین نیست چون در دین گناه نیست که در دین عهد و پیمان شکنی نیست هر کس اینو انجام بده دیگه در دایره دین نیست خارج از دایره دین کار انجام داده اما چون منتصب هست به اسلام و این کار انجام میده خداوند تهدید بسیار شدیدی کرده این اولین درس است درس دوم بر حذر باشیم از اینکه عهد و پیمانی که با خدا بستیم اونو بشکنیم سعی کنیم که انسان عهد و پیمانش با خدا نشکنه با بندگان و خدا نشکنه حق شکستن عهد و پیمان نداره چرا که عهد و پیمان شکستن از اس، اسباب فسق هست اینو در درس گذاشتم توضیح دادیم سومین درس اینه که از اون چیزی که خداوند دستور به پیوند اون داده بر باشیم که اون را پاره کنیم برحضر بودن از گسستن گزست، اون چه خداوند دستور به پیوستن اون داده است حالا گفتیم که شامل تمام اون چیزهایی است که خداوند امر به اون کرده امر الله به ان یوصل امر الله خدا امر کرده امر خداست و شکستن عهد پیمان یا قطع سله رحیم از گناهان کبیر هست که چقدر در احادیث هم بر روی اون تاکید شده درس چهارم گناهان و فسق سبب فساد در زمین است گناه سبب فساد در زمین هست و یفسدون فی الارض هر گناه معنوی و گناه ظاهری همه اینها سبب فساد در زمین میشه ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت عید الناس فساد میشه گناهی که انسان میکنه این فساد یا به خودش برمیگرده یا به جامعه وقتی هم که ظاهر شد که دیگه مصیبت عمومی میشود درس پنجم که آخرین درس ماست انجام این کارها سبب خسارت هست خس که هم الخاسرون کسانی که این صفت داشتن این کارها رو انجام بدن عهد و پیمان با خدا را بشکنن یک دو اون چیزی که خدا امر کرده که پیوند زده شود اما اون میاد اون را میگسلاند و فساد میکنه در زمین اینها خاسر هستند زیانکار هستند کسی که میخواد بارد تکرار میکنم روابط خانواده را رو از بین ببره به هر نوی شده یکی میاد با سحر و جادوی یکی میاد با ترویج فرهنگ فساد و اینکه رابطه به زن و مرد در خارج از خانواده هم درست هست همه اینها جزء فساد هست و جزء یقطعون ما امر الله به ان یوصل جزء فسادی در زمین هست کسانی که این کار انجام بدن اینها زیانکار هستند این دود این کارشون اول به چشم خودشون میرسه ضررش اول خودشون میبینن اولئک هم الخاسرون قبل از اینکه دیگران ضرر ببینن خودشون ضرر دیدن ولا يفلح الساحر حيث اتى انه لا يفلح الظالمون انسان ظالم رستگار نخواهد شد خوشی نخواهد دید انسانی که ساحر هست هر کار انجام بده خوشی نخواهد دید. در نخواهد شد به هدفش نخواهد رسید ظالم به همین صورت ولا يفلح الظالم انه لا يفلح الظالمون. پس ظالمان هم رستگار نخواهند کسانی که در خسارت هستند هیچ وقت رستگار نخواهند شد این کارا را انجام بدن این کارها بخواد با این کارها خود را به هدف برسونی به هدف نخواهد رسید هیچ خیری نخواهد دید اشاره میشه وقت ما تموم هست تا درس دیگر همه ما در حفظ و پناه خدا به سایت برنامه هم مراجعه بفرمایید انشالله که انتقادات و پیشنهاداتتون چراغ راه ما خواهد بود و السلام علیکم و رحمت الله و